بله. سلام علیکم خانم. هشمت مزاحم میشم. حال شما خوبه؟ زنگ زدم به گوشی مهندس فرشادی، نه دیگه گوشی رو جواب ندادم، مزاحم شدم. یه خبری بدم. حال نشین اصلا هیچ چیز مثلی خاصی نیست. میخواستم بگم که با آقای کمالی بودم، یه مدر ناخوش احوال شدن، آوردمش بیمارستان. آقای کمالی بیمارستان؟ کدوم بیمارستان؟ همین بیمارستان مرکزی. الان حالش چطوره؟ من الان میتونم باش حرف بزنم؟ بله. نه تقریبا خوبه خوبه. من الان میام. ای خدا، ای خدا. آقا خب الا و بلا باید برم خونه این مرتضی، خودم باید صحبت کنم. گفتم شما چرا نقدر بری حاج، بس من چی کارم؟ اجازه بده من میرم یه سر گوش آم میدم قبول نکرد کنه. سلام. همراه بیمار کمالی. همسرشون هستین؟ بله من هستم. شما لطف کنین فرم رضایت نامه رو پر کنین، همسرتون هر چه سریعتر باید برن اتاقم. خاتمه است. بفرمایید. سلام. حسنه باشید. من همسر بیمار کمالی هستم. بفرمایید. آقای دکتر میخوام بدونم یعنی با هم وضعش اینقدر خرابه که باید جراحی بشه؟ مادر جان ایشون نیاز به عمل جراحی داره، باید عمل شه. شما نگران نباشید. راستی سابقه قبلی داشتن ایشون؟ بره چند سال پیش یه سکته خفیف کرد، یه دو سه روزی هم توی بیمارستان بستری بود، ولی خوب شد دیگه مشکلی نداشت. یه حمله عصبی بوده، توکل به خدا کنید ان شاءالله حل میشه. میتونم ببینمش آقای دکتر؟ فعلا که نه، ایشون بیهوشن، باید تو آی‌سی‌یو بمونن، چند تا آزمایشه باید انجام بشه تا وضعیتشون مشخص بشه. نگران نباش. شما دلخوره این قدر درس جوش خورد که اینطوری شدیم بذارم مهندس باشد اینو بیان آرام بشیش از خودم زنگ بزنم. شما زنگ بزنم باشد. خیلی مهربان بود، خیلی مهربان بود. سلام مادر جان. بابا تو بیمارستان بستریه. چی شده مادر؟ مفصده. وقتی بیای اینجا خودت همه چیزو میفهمی. به فرهادم اطلاع بده مادر. بذار اونم بیاد. آخه مادر باشه باشه، آدرس رو بهم بده من خودم میام بیمارستان. بیمارستان مرکزی بخش دو. باشه چشم، خداحافظ. مادم اینم حالش داره، تو بی خود کردی با اون قشقره دیگه با کردی. هشمت تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ تو که شاهد بودی. من حرفی نزدم، اون شروع کرد اومد دم در خونه من هوچیگری در آورد. اون شروع کرد، من شروع کرد. اینجا بیمارستانه بابا، الان با چهاش دارم بیان تو رو اینجا ببینم، اینجا دوا مرفه میشه. سنا نیست تو رو اینجا ببینم. برو برو، میخوای حال یکی رو ببرسی؟ حال اون مصطفی بی زبانه ببرس. آخ مصطفی کدوم بخشی؟ انتهای راه رو سمت چپ اتاق رو بشو بشو. باشه بابا الان میرم. فقط یه چیزی کمالی حالش چطوره اینو به من بگو، من اگه ندونم تا صبح خوابم نمیبره. حشمت حالش چطوره؟ دکترم مهندسم، فقط خدا خدا بکن، دعا بکن که حالش خوب بشه. یه چیزیش اگه زبانم لال بشه تو بدبخ میشی، منم بیچاره میشم. ای آقا بشو دی بزن برو. آقا خوش آقا. باش مرگ من جانی هشمت، اگه اتفاق افتاد من در جریان بذار، بی خبر نذاری من هشمت. باشه آقا باشه.
الو. الو. سلام فرشاد، چطوری؟ سلام فرشاد، کجایی؟ من بیرون. چطور مگه؟ آقاشون حالش به هم خورده، بردنش بیمارستان. مثل که قراره عملش کنن. عزیزونم تنهاست. منم الان تو مسیرم. سلام. اومدم حال شوهرتو بپرسم. بهتره؟ دکترها چی میگن؟ هیچ تغییری نکرده، همونطور بیهوش رو تخت بیمارستان افتاده. دکترها میگن خیلی حالش وخیمه. الان آماده شدم دارم میرم بیمارستان. ایشالا هرچی زودتر بیهوش بیاد تا تو از این نگرانی در بیاد. مرتضی خیلی دلش میخواست بیاد اما روش نمیشه. امروز کمالی اومده بود دم در خونمون، باهاش دعوا کرد، بعد حالش هم بد شد، بردنش بیمارستان. بدشانسی پشت بدشانسی. تو رو خدا اگه حرفی میشنوی باور نکن، مرتضی بیگناهه. خودتو بذار جای من گلرو، من چطور باور کنم که مرتضی بیگناهه؟ باش باور نکن اما حداقل به حرفام گوش کن. گلرخ، من فراموش نکردم که من و تو با هم دوستیم. ولی خب چی کار کنم؟ حرفای مردم داره دیوانم میکنه. ما هم بعضمون از تو بهتر نیست. مرتضی میگه تا روح نمیشه تو چشمهای مشرعیم نگاه کنم. من بهش میگم صبر داشته باش، یه مدت که بگذره همه میفهمن بیگناهی. اما خیلی سخت رازیه، خیلی. هیچ کس حرف ما رو قبول نداره، حتی خودتو. گلرخ، از دست من دیگه خارجه، همه چیز دست پدر شوهرمه. اون خودش میدونه باید چی کار کنه. اون میگه مرتضی بی تقصیرم نیست. باشه، خدا بزرگ راضی. ایشالا هرچی زودتر حال شوهرت خوب شه تا ما هم از شرمندگیتون در بیاریم. خدا از دهنت بشنوه. خداحافظ. خداحافظ. مژگان، اون تلفن رو جواب بده ببین کیه مادر. من دستم بنده. فرد اومدم. الو. سلام دخترم. سلام عزیز. عزیزه خوبی عزیز؟ خوبم مادر. مامانت هست؟ بله بله اینجاست. سلام عزیز. سلام فروغ جان. چیزی شده عزیز؟ من توی بیمارستانم. بیمارستان چرا عزیز؟ چیزی شده؟ باباش آوردن بیمارستان، یه حمله قلبی داشت. گفتم بهت زنگ بزنم، شاید بخوای ببینیش. فروغ حالش اصلا خوب نیست. عزیز جون، الهی قربونت برم، تو فقط آروم باش. کسی دور و برت هست؟ حشمت هست، فرهاد و فرشادم تو راه هست. نمیخوای بیای؟ خیلی دلم میخواد عزیز، ولی الان وقت تلافی کردن و رجبازی نیست. الان وقتش نیست دختر. علی حال ما بیمارستانیم، اگه خواستی بیای ما رو همینجا میبینیم. فعلا خداحافظ. خداحافظ عزیز. مامان چی شده؟ چرا انقدر ناراحتی؟ آقا جون مامان حرف بزن، چی شده؟ براش اتفاقی افتاده؟ چیزی نشده. زنگ بزن به بابات بگو زود بیاد خونه. بابا همه سال من چجوری باشه باشم؟ خدا چی کار کنم؟ سلام، اینم به هر خانم. سلام خودت جون. سلام دختر گلم، چطوری عزیزم؟ حالت خوبه؟ ای قربونت برم من. بیا پیش مامانی ببینم. برو پیش مامان. برو ببین. اینم فدت شم. کی تو رو آورد عزیزم؟ بابای منم نستو دارم. قربونش بره. مامان دلم برش زرده شده بود. فدت شم. خیلی خوب. باش. بابا من خودم هم نمیدونم چه اتفاقی افتاده، هر خبری شد بهت میگم. خداحافظ. سلام عزیز، چطوری؟
آقا جون کجاست؟ حالش چطوره؟ تو سی سی او بستریه. اجازه نداریم بریم ببینیمش. مادر فرد جون برو تا پذیرش ببین چی کار داره. چشم. باید پول پرداخت کنیم. منم چیزی زیادی توی کارتم نداشتم. برو مادر. آخه این کارخونه واسه آقا جون چی داشت جز رنج و عذاب و زحمت ها؟ بفرما، اینم آخر و عاقبتش، همه دود شد رفت هوا. حالا این فرشاد کجاست؟ هنوز نرسیده؟ نمیدونم مادر، نمیدونم. برم ببینم چه کار میتونم بکنم. فعلا. سلام. سلام بابا. چی شده؟ عزیز زنگ زده بود. خب گفت آقا جون قلبش درد گرفته، بردنش بیمارستان. خب الان میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم محمود، همیشه از یه همچین لحظه میترسیدم. به هر حال باید کار درست انجام بدی. تو خودت برو. یعنی چی؟ میخوای تا آخر عمر ادامه بدی؟ شاید اگر اون به جای تو بود الان تو بیمارستان بود. همیشه فرصت آشتی نیست فروغ، این بهترین فرصته. محمود تو یه لحظه نمیشه همه چیزو فراموش کرد. به هر حال باید کاری کنی که تا آخر عمر برات پشیمونی باقی نمونه. شده آقا جون حالش چطوره؟ حالش خیلی بده. دکتر گفته باید عمل بشه. امروز خیلی ترس خورد مادر. نگرانشم. گوش به حرف منم که نمیده. فرهاد اومده؟ رفته دنبال کاری پذیرش. پول کم داشتم. باشه پس من میرم ببینم فرهاد کاری نداره. با اجازه. اومدی مادر؟ قربونه دارم، چرا که تنهایی؟ برادرات هستم، رفتم به کارا برسم، فکر کنم رفتم تو آزمایش کنم. خب من میرم تا اونجا. عزیز بگو چی شده؟ چرا همچین اتفاقی برای آقا جون افتاده؟ نمیدونم مادر، نمیدونم. بابا فروخ خانم از این ورا؟ چه عجب، بالاخره ما تونستیم بعد مدت ها شما رو زیارت کنیم. اگه تو این موقعیت حالتون بدونم. سلام آقا فرد، انتظار داری چی کار کنم؟ نه یا ملاقات؟ اگه ناراحتی برگردم بس کنیم. تو رو به خدا با هر دوتونم، آخه الان که دیگه وقت این حرفا نیست. آقای حسابدار کلم تشریف آوردن دیگاره. آدم در مورد شوهر خواهرش با این لحن حرف نمیزنه. بله اومده، رفته آزمایشگاه. آزمایشگاه؟ اونجا چرا؟ من همه کارا رو انجام دادم عزیز، تازه فرشادم اونجاست.
لازم نبود آقا تشریف ببرن. با اجازه. قزاقا جان تو چطور متوجه نشدی؟ صبح زود بوده، ما وقتی که اومدیم اینجا از این در همسایه شدیدم که اینا با هم درگیر شدن. آخه مرتضی چرا درگیر شد؟ آخرش این پسر با این اخلاق تندش کار دست خودش بود. دیروز حشمت اومده بود اینجا در مورد مرتضی از ما سوالایی پرسید، مثل این که اینا از قبل قرار گذاشته بودن که بیان سر وقتش. میدونی چیه مای صادق؟ ما تعجب از این کمالی که چرا این کار رو میکنه. آخه کمالی فکر میکنه مرتضی مقصره. قزاقا کمالی رو من میشناسم، کوتاه نمیاد، دست از سرش بر نمیداره، مثل که بیهوش شده بردنش بیمارستان. ای وا، خدا ختم به خیر میکنه. آتش‌سوزی کم بود، حالا من فنی میسر گوشی آب داره بیمون چه خبر. قصه کار نداری؟ نه قربانت باش سر، خدا حافظ، مواظب خودت باش. خیلی کار خوبی کردی اومدی فروغ جان. مونده بودم که اصلا بهت بگم یا نه. این حشمت و دکتر و پدرتم که حسابی منو ترسوندن. برای یه لحظه فکر کردم که همه چی رو سرم خراب شد. خیلی برام سخت بود بیام اینجا عزیز. من به فراموشی عادت کردم. ما آدم ها به فراموشی زنده، فراموشی گذشته ها، بدی ها، بیمهری ها. اما دلم طاقت نمیاد. گفتم اگه نیام شاید یک عمر پشیمونی برام بمونه. هر دوتون لجباز و یک دنده. عزیز از اون ماجرا خیلی وقتی که گذشته. من آدم بی‌عاطفه‌ای نیستم، شاید صدها بار به آقا جون فکر کردم، اما همیشه پیش خودم فکر کردم که شاید اون دلش نمیخواد که من برگردم پیشش. این چند باری هم که با هم برخورد داشتیم شما خودتون که شاهدین، این همیشه من بودم که کوتاه می اومدم. پدرت آدم تو داری، اون خیلی از حرفا رو حتی به من که زنش هستم نمیگه. اون یه حرفی زده بود به خاطر غرورش نمیخواست از حرفش برگرده. همین همون از غرور. راستی عزیز به فرشته خبر دادی؟ بهش نگفتم. بچه هم این روزا خیلی درگیر پروژهشه، روی پروژه پایانیش داره کار میکنه. سه روز خوابگاه، سه روز خونه. نخواستم نگرانش کنم، خودت که بهتر میدونی. آخه قربونت برم من، تو که فرشته رو خوب میشناسی، اگه بفهمه عمدن بهش خبر ندادین خیلی ناراحت میشه. باید الان اینجا باشه. پس خودت پاشو بهش زنگ بزن، یه جوری بهش خبر بده که خیلی نگران نش. پاشو مادر. باشه. سلام، خوبم، ممنون. تو چطوری؟ فرو چیزی شده؟ چرا منمن میکنی؟ چی؟ آقا جون؟ کدوم بیمارستان؟ کجا؟ الان حالش چطوره؟ خیلی خوب. نه نه تو نگران نباش، الان خدا هم میرسونم. باشه باشه خدا. چی شده؟ اتفاقی افتاده فرشته جون؟ آره یعنی نه آقا جونم حالش بده، خواهرم. آخه چه شده؟ میگه خوبه اما تحت مراقبته. بچه با آقای شیبانی بگید که من وضعیت اورژانسی بوده نتونستم ازش اجازه بگم برمیگردم همه فایلا رو انجام بدم. بذار من برات انجامش بدم. نه خودم برمیگردم انجام میدم. من رفتم. بار بی خبر نذاری. خدافظ فرشته جون.
خودم چجوری تا اینجا رسوندم. حالش چطوره؟ درست بیهوش. قرار اولش کنم. آقا پس بقیه کجا؟ رسیدم دیدم دود همه جا رو گرفته، همه چیز دود نابود کرد. مقصر توی هشمت. بدون رو در بایسی بهت بگم، من همه چیز رو زیر سر تو میبینم. فقط خدا خدا کن این خائنه ختم به خیر بشه. هشمت مهندس جان، مهندس برد، شما چرا این فرمایشی میکنید؟ شما خودم بهتر از هر کسی میدونید که من چقدر خاطر آقاجون رو میخوام. من دوست دارم یه تر موثر آقاجون کن بشه. نه آقا فرشاد، اینجوری خاطر آقاجون رو میخوای؟ تو تمام زندگی آقاجون دود کردی فرستادی هوا، بازم ادعای محبت میکنی؟ مهندس فرد چی میدن به آقا فرشاد؟ من تقصیری ندارم، من یه دوست زد، من فقط رفتم عروسی، اونم به جای خودم نگهبان گذاشتم. تازه منم اگر بودم میخواد یه اتفاق بیفته میافتاد. به جان خانمم که میخوام دنیا نباشه دیگه، من عروسی نمیرم، پشیمانم. دیگه مهمانی نمیرم، پشیمانم. پشیمانی تو الان چه سودی داره حشمت؟ حالا تو اینجا چی کار داری؟ وایستدم شاید خواهم آی دکتر بپرسیم این وضعیتش چطوره، شاید کاری بخواهیم کمکی باشه انجام بدم. آقا ما اینجا هستیم، خیالت راحت باشه. تو برو، اگه مشکلی هم باشه ما خودمون دونه فرار میکنیم. برو. آقا تو برو، برو تو کارخونه، برو پیش زن و بچه، برو برو کارخونه، مواظب کارخونه باش، حواست باشه دست گل تازی فقط به آب ندی. چشم مهندس جان، هر چی شما بگی، فقط منو بیخبر نذاری. اگر کاری چیز داشت این تلفن منو مامان داره. برو 0911 اگه میخواین. آقا برو بفرمایید. برو آخر برم. برو آقا، خدا حافظ. بفرمایید. اینم آخر و عاقبت اطمینان کردن به یک آدم گیج و دست و پا چلفتی. نمیدونم آقا چون تو وجود این بشر چه دیده که اینقدر بهش میدون میده. اون وقت با ما مثل یک سرباز برخورد. یه دیوانه یه سنگی رو میندازه تو چاه، اون وقت صد تا عاقل باید جمع شن تا اون سنگ رو از چاه بیارن بیرون. ببین فرهاد، آقا جون یک عمر با آبرو زندگی کرد، خیلی براش سخته که یه شبه همه چیز از دست بده، اون وقت ندونه که کار کی بوده. تو چرا از کارخونه بیرون اومدی فرشاد؟ ها دیگه تو اونجا بودی اتفاقات نمیافتاد، بس اوضاع اینجوری نمیشد. باز شروع کردی فرهاد. آب من آقا جون تو یک جوب نمیرفت، من هر کاری میکردم آقا جون ایراد میگرفت. هی صبر کردم، هی حوصله کردم، هی دندون رو جگر گذاشتم، آقا جون درست نشد که نشد. منم عرضی فکر کردم به حال خودش اومدم بیرون. الانم که سن و سالش طوری است که نمیتونه به کارهای کارخونه برسه. اصلا چرا کارخونه رو تعطیل نمیکنه؟ اینجوری که ضررش کمتره. Thank you.
داره؟ تو چند بار اینا رو نگاه میکنی؟ کار از ماکم کاری عیب میکنی؟ فکرم مشغوله. بابا خودتو از بین بردی، بیا برو یه چرت بزن. خوابم نمیگیره خانم، خوابم نمیگیره. اگه یه بلای دیگری سرمون بیاد باید چی بکنی؟ آقا تو فکر کردی اونی که بخواد بلای سر کسی بیاره از کسی میترسه؟ نه، خیلی راحت این کارو میکنه، به همین راحتی هم آفتابی نمیشه. اگه بشه چی کار کنی؟ من دیگه گول حرفای تو رو نمیخورم. خوابم اون بگیره، تو همین حیات میخوابم. فکرم نکنه همینطوری ادامه پیدا میکنن. نه اصلا خیالت جمع باشه، اینجا سر سامون بگیره بنده استعفا میدم، از این مسئولیت استعفا میدم، میرم یه جای دیگه. یه لقمه نان کمتر، اعصاب راحتر. میفهمی خانم؟ اعصاب راحتر. حشمت، مسئولیت دارم خانم، مسئولیت سخته. اینطوری من نگاه نکن. البته به من گفتی نگو، من دیگه حرف نمیزنم، ولی هر چی میکشم از همون عروسیه، همون عروسیه. خدا ترقبت بده گیل مرد چایی کار.